مرگی گایز به چنل یستان خوش اومد. چطوری یستان؟ چطوری بچه؟ عشق منی آقا. امروز یه شایعه آجی باعث شد واقعا دیدی شرطت به شایعه. آره واقعا امروز بچه تو این ویدیو از لباس برایتون همطور که میبینید قراره که با فوتک راجبه خفن ترین پانچلاینه ای که توی دیسای چند سال اخیر هست من باید چی بگم یعنی؟ آره من اینا رو چیز کردم یه میکسی ازشون در آوردم. بعد تو از یک تا ده بهشون نمره میدی. شاید ازشون شنیده باشید بعدشون نشنیده باشید. نه یار کو نشنیده باشم خب اینجا میشتم پانچ. آره دقیقا بیس از همون پانچ که میشنوی اینو بهش نمره بده. اوکی. اونایی هم که شنیدم میتونم نظرم بده. آره بعضی از این پانچ ها دیسپک یعنی مثلا یه پانچ بعد مثلا آهنگ یاد دیسپک اونه بعد مثلا ربطی به هم. آها فهمیدم. نایس خب. یه بیفی داشتن سه سال پیش بین موئر و بامداد یکی از عجیب ترین بیفای بود که جفتشون رو میشناسم. آره جفتشون مثلا تو ظرف 48 ساعت اومدن همدیگر دیست که اول موئر داد بعد رفت و برگشت داشت یا مثل اول موئر چمپیون لیگ شد یا الان جدید حتا بود. اول موئر داد بعدش بامداد بعد تمام تمام شد. اوکی نایس. خب این پانچ موئر اولی خالی هاند گران میگه کار خواب دیده در وا میره شدم با سوسکو طرف فیف پاپ دستم ایهام. میخوای خودت اداره کنی یا من میتونم بذارم؟ دوست داری میتونی خودت اداره کنی؟ فکر کنم که بیام بذارم. اوکی. کار خواب دیده در وا میره شدم با سوسکو طرف فیف پاپ دستم ایهام پس نده زبود. اوکی شدم با سوسکو طرف ایهام پس نده پیف پاپ است بس. بعدم داریم یه چی میگه آندرگراند یا آندرگراند میگه فایده نداره اینا. بعد بامداد آندرگراند بامداد آندرگراند تر نسبت به مهم. دقیقاً حالا بامداد جوابش آها الان یه جواب میده. اوکی میتونم بگم کی زد یا شر میشه؟ دوست بلفتره این برج خوشگلتون زیر زمین شمتره حالا این گو بردار مش مش بخور یه کاره بگو درد دوست دارم خوش خوش بکن به روی چشم قشنگ بود. فرض کنم یه برجی که ساختی اوکی مال خود زیر زمین شمت خیلی قشنگ بود. ولی یه چیزی بهت بگم به نظر من تو دیس و دیس وای اونی که برگشته احتمال بردش بیشتره. خیلی حرف جدی اینو قبول نداری؟ آره. ببین چون... همیشه واسه همین دوست دارم یکی منو دیس کنه من جواب بده. آتوا رو بد داده. آره ولی خب الان جدیدنه دیگه بچه‌ها مثلا پوری مثلا دیدی یا میره رفت برگشت دوباره یه رفت جدید. دقیقاً. آره چون اونی که برگشت میزنه شاید چند تا فک بگه اون رفته به فنا بره و واسه همین باید جواب بده. حالا ببین این دو تا اولی بشم از یک تا دو. من موهر رو دوستش دارم خب ولی مثلا از نظر چیزی مثلا شاید بامدادو بیشتر بپسندم. بدون بی‌احترامی. آره موهر زیاد مثلا ترکاش زیاد فن ترکاش نیستم اونجوری ولی آدم خفنی دیدم زحمت میکشه موزیک ویدیو باحال میده ترکو رپر خفنی ولی مثلا من دوستش ندارم همونجوری که مثلا من شاید 50 سنت گوش ندادم ولی امینم گوش دادم مثال این ردیو بعد دادم. اوکی بعدی کیه؟ نه مثلا یک طرفشون نمره بزنید. خب به جفتشون آره نظر من یه ذره این که مثلا تو زیر زمینی کلیشه ای تر بود از نظر من با عزت مرجان 5 میدم 5. اوکی اون چون جواب داد پانچش خداییش قشنگ بودش من به اونم 9 میدم. 9 برو اوکی حالا 10 هم میذاریم ببینیم به کی قرار میده. احتمال زیاد فدایی میگیره اگه توش باشه. خب 20 دیس بعدی کیه کیان؟ این دیس گوش دادی اینو؟ این دیس کیه؟ دیس دانیال به شایی که آن جدید جدید است. گوش ندادم دروغ نمیگم. پس ببین حالا چی میگه. چی مردم فکر میکنن داره حقایق میگفتی سیا بنویس که نون تو حال خراب زورت نمیرسه قلم من مالی یاژ طلا من تکی عین گل میپیچمتون لای ملافه عاشق خیلی بد ولی جواب نمیده. نداد دیگه تو فکر نکن دیگه جواب نمیده. اون چیزی که من میدونم جواب نخواهد داد. ببین یه چیزی بگم دیسش حالا کاری ندارم نمره بالایی میگه 5 ساله با هم قشنگ بود قبول دارم ولی تو به نظر تو کسی که مثلا از درد میخونه حتما باید فقیر باشه؟ نه نمیتونه فقیر بوده باشه. من اصلا گفتم فکت آره نمیدونم آیا فکت یا نه ولی اینکه خب واقعا مدرکی باشه که همچین حرفی رو زده که آقا الان مثلا مردم حالشون خراب سیاه نیست که بیشتر پول توشه ولی مثلا شاید لفظ رپی باشه که مثلا ببین درستش اینه که به نظر منم ترک های غمگین فنای تعصبی تر میگیشونه سمتت مخصوصا اگه حرف دل باشه ولی خب میدونی دار آب دنزم آدم درستی داره این حرفو میزنه. مثلا اون روز داشتیم با لیتو حرف میزنیم تو ماشین لیتو من گفت پوتی به نظرت مثلا من غمگین اجتماعی بخونم چون گفتم بخونی خنده داره چون تو از اول وضعیت خوب بوده میفهمی واقعا لیتو یه بیاد بخونه با دمپایی میرفتم نون سنگک میرفتم حالا بده همه میخندن دیگه خب ولی مثلا شایه بوده دوران نداریش بوده الان داره نوش جونش. آره قبول داری اینو؟ و همه هم کیف میکنن اجابا پیش رفتش ها. آره ولی در کل نمیخوایم دیس دانیال هم زیر سوال برم قشنگ بودش ولی قطعا اینا یه چیزایی به نم دارن شاید صد درست مشکل شخصی که ندارم من این دفعه ولی چون دکترم سرطان کی خفش بینم اکیست به اینم هم نیست اینا میدنم دیس فکر نکنی شده زیرم هم خیست سرطانم پیش دکتری کیرم هم نیست آه قشنگ قشنگ
آقا این پانچ دو قش دو تا پانچ قشنگ بود جفتش جوابه، یعنی میگه من دکترم سرطان مثلا به تخمم مثلا میگه چون سرطانمش دکتری نمیتونه درمانم بکنه، ولی اومده پوتین ساخته داروشو. پوتی یا پوتین؟ پوتین. نه پوتین بخوره. من نمره بیشتر رو به دوکی میدم، به سرطان نمره نمیدم زیاد چون اصلا کاری ندارم، چون یه بار به من فوش داده ناموسی واسه من کاری ندارم، ولی هر جز موفق باشه. ولی دکتر که میگه فکت داره که میگه طرف میده بعد اون که دیسپک میگه از همون الان آره جواب میده خیلی خوبه. آره. خیلی خوبه. بعد واسه همین رباتل حقیقی تره. آره دقیقاً، یعنی رباتل تو نمیدونی میخواد چی بگه، این یه سری فکت میده و یه سری فکت میگه. آره این کیه نه گوش دادی نه؟ نه سیجار مگه دیس کرده اصلا؟ سیجار مگه زد بازی یه تیکش انداخته این زم... این قشنگ زمان محسمنی اومد که یه دو اوزای بعد همه بوده، همه هر کی یه جوری داشت فرا میره واکه نیست. آخر من تیمم خورد اون که گفت کیرم کشتن، مهم نیست هر کیرم بردن، این سالا تو سینم مردن. خیلی این چی شده؟ این دیس دیس نیست. آره این جوری دوپ سامانو برای داشت میگفت، داشت میگفت آخه یه زمان سامان و جی جی اینا اومدن چیز کردن، گفتن که مثلا تفرقه انداختن تو گروه که آقا اصلا دیگه زد بازی از هم پاشید و اینا، بس سیجل اون طرف تنها کسی بود که مثلا استوری میذاشت و اینا زمان محسنینی که میگفت زد بازی هست و... آره میگفت زد بازی هست، اون طرف میگفتن دیگه زد بازی تموم شده. بعد نمیگفت واسه گفت ببین حالا من که مثلا من تو جی جی ندیدم الان از یای باش هستم، ولی مثلا من بچه‌ها رو دیدم فکر کنم دلسوزترینشون سیجله. خیلی یعنی تمام دیلا رو سیجل میکنه، همه کارا رو سیجل میکنه، یعنی ولی خیلی دلسوزه تو این کار فکر کنم واسه همین، ولی یه چیز دلی بود به نظر من. دیگه دلیو میگن تو نسل جدیدی، حالا بگو کی کرده کیو فیمس. که حالا بگو کی کرده کیو فیمس. این چیزی بود که چون یاکسادن و سرطان زان با هم کار میدادن دیگه، درسته؟ آره میدونم دعواشون شده بود، یه موزیک ویدیو بدین میدونم. خب سرطان من گفت که من اگه نبودم اصلا هیچ وقت فیمس نمیشد، معروف نمیشد. بعد میگه که خیلی اصلا تو رو نمیشناسن، فکر میکنن آره سرطان نسل جدیده، نسل چهاری. من دیدم بچه‌ها تو ویدیوش میاد نسل چندیه سرطان، فکر کنم نسل 2 اینا شروع کرد، خیلی بدی میاد نسل 1 حتا زمان افان اینا شروع کرد. ولی خب این الان میاد جوابشو میده. هنوزم سرطان داری نه؟ کیو با سرطان رو میرفت ریالیستی ها بی فیک چینت رپو بهت یاد دادم استبسته، میگه من رپو بهت یاد دادم اینا. بعد قضیه سرطانم یه ترک داشت یانگ سادن که اون زمان که من رفیق بودم میگفت که چون سرطان چیزا یانگ سادن موهاش کم و اینا، میگفت که میگه که شایع شده که من سرطان دارم، ولی من با سرطان دارم رو با آرک سرطان دارم رو میرم. یعنی که اون زمان پوز منو میدید که با سرطان دارم رو میرم. آها الان چی بود؟ ولی یانگ سادن از کجا معروف شد؟ یانگ سادن یه زمانی تو کریرش واقعا اون زمان که با آرک سرطان بود دو سه تا موزیک ویدیو خیلی گنگ بستن، اون زمان یه دفعه خیلی رفت بالا. آره ولی چون یه آرتیستی کاراکتر داره، یعنی لوکش خاصه، دارم قبول داری؟ آره جدیدن ها من خیلی کارشو دوست دارم. آره منم دکترم با دیپلم ردی میکنم، آمپول گوشتی و تزریق تو واسه استاد میبردی تحقیق وقتی ما تو پارکا میشدیم درگیر. اینم دیس شایعه است حتما. نه 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 این دیس هیپوپولوژیسته، میگه منم دکترم ولی آمپول گوشتی میزنم. آها پشمام دکی جوابشو میده؟ جوابشو بعدا یه تیکه انداخته چی بود؟ یادم نیست حقیقتا. حاجی تو دیگه میتونی کتاب رپ بنویسی به خدا، بچه های اطلاعاتش همه بالاتره. آهنگی هست ری اگه نرفته باشی که مثلا یه ذره استر کرده باشه چیزی جا گذاشتی به نظرت؟ آره آجی خیلی هست، خیلی کمک ویدیو ساختی نوستالت موزیک های نوستالتش رو دوباره بری ریشه؟ آره مثلا یه آهنگ رفتن فک جادوی از حامد اسلحه اشوا وای خیلی قضیه مثلا امیر قیامت چی بود؟ خب بچه ها گیرشو بدیم ویدیو ترکم بهترین چیز بهترین آهنگ تو به نظر تو که بهترین آهنگ تو گوش دادی سلیقه خودت؟ ساج من صادق بازم خودی مثلا آقا آره من یکی از مثلا آهنگ سنگینه حسین صادق فکر کنم که خیلی با اون آهنگ خیلی معتاد شد قبول نداری اون آهنگ خیلی سم بود وای خدا حقیقت اوکی پوری پوری آره که با شیطان میگم بدخواه رو میدم زیدان بگن اگه تو... ریز بود که حاجی نیستیم تو میگی همه میگن هست یاجی پوری پوری ها را که به شیطان میگن آقا مثلا دیدی میگی پوری موری نمیدونم کونی مونی میفهمی؟ آخه نشی شاید همونه هوری پوری میگه بسید فکرم به بکران بردت بگم یه ترک داشت پوری که میگفت مثل داریوش نمیخوام برم کمپ کمپ در ترکیت آره. که بعد البته آکیو اومد گفت که این چیزه این داره داریوش بالی هم میگه بعد خیلی گفتن آخه دوتا شون بودن مثلا مثلا بعد گفتن این من جواب شده به اینا اوکی قبول داری داریش خیلی عجیب و جدیده؟ آره آجه اصلا دیوانه است. قبول داری باید هم ملتفه جدا میشد؟ آره اصلا نمیتونم فکر کنم هم اصلا ملتفه اصلا فرسون با شاپور فیت میده
خب اینم عشق خفه شو. اگه تو حسینی من یزیدم اینجا کربلاس نمیذارم سر برات یزید یادی دیلو خود چونو یزید دیزی پول بیزی میدی چون که میزه تو زیر فیزیک حسرات خودت میلویسی یا که میدی آقا بده حالش به برسونه زیر میزی یه باز بزن هشمات میریزی من یه چیزی بهت بگم اسوری هیچ کسی دیدی؟ کی که راجع به پوریا اینا صحبت کردی گفته بود بچه های ملتفت حتی تکستاشون هم خودشون نمی‌نویسن خواه خواه الان حسین چی گفت؟ من یه تازه اوه کی گفته بوده من پشمام میخواد نه الان چی بهت میگم من میدونم منظور هیچ کس چیه ببین همه رپرها خب جدی بهت میگم مثلا همه آدمایی رو دارن واسه شون پانچ میفرسته تکستو نمیفرسته پانچ مثلا یه سری لفظای لاتی و دوستاش براش میفرسته میگه پوتین اگه دوست داشتی استفاده کن من خودم دارم من مطمئنم این اینجوریه آخه یعنی چی یعنی برادر مثلا فدایی زنگ میزنه میگه حسن شعر بنویس اصلا امکان نداره بعد یه چیزی هم هست اصلا آیات سپیرو مثلا من گیر داده بودم دعوام شده بود آره. اون مثلا سپیه بعد واقعا اون نمیدونم جرش واقعا چی ولی مثلا ما میریم تو استودیو یهو کچی میگه جای این بیت اینو بذار در نوش کچی تکس منو میشته آره. خود کچی میاد یهو من بهش میگم اینو میذار لیتو میگه اونو میذار آره. من مطمئنم اینجوری یه چیزی لو رفته مثلا یکی اومده بوده من این تکس فدایی رو من نوشتم حالا دو بیتش بود شاید آخه هیچ کس هم میدونی فکرش خیلی هنوز نمیخوام میگم سنت یه رپر فوق زیرزمینه دیگه واسه هیچ کس یکی دو بیت هم بگه افتاره این قطعا فدایی دو بیت یکی رو زده این بیچاره راحت ولی من طرفدار همشونم به نظر منم این دیسی بود که فدای دیستاد من گفتم حسین عمره نمیتونه بزنه ولی واقعا حسین هم خوب زد دوست آره. تو یه چیز اتو من میگم فدای بزن اوکی من میگم جفتشون خفم بودن نه به خاطر اینکه بخوام جلوی فنای حسین آره. چیز کنم ولی جفتشون خفم من خودم فدای بازم ولی میگم جفتشون خب بعدی دیس فدایی به هیچ کس چیزی که وقتی میاد پشم همه ریخت تو اگه ما نباشیم میشی نوچه مریم تو اگه ما نباشیم حاجی فکر یه روزی بیاد کورسی چیزو دارم بیاره من میگم حاجی ولش کن تو من واقعا نظرم یه ذره سیاسی بود نمیخواستم حرف بزنم ولی من اصلا فکر نمیکردم حاجی اصلا یه چیزی دیگه بگم تو یه بار میگم کشش نمیدم تو دقت کردی بعد از قضایه مهسا امینی خب خدا بیامرزدش همه کسایی که حمایت کردن بعدش فوش خوردن و همه کسایی که حمایت نکردن الان دارن میگن به خدا کار خودشونه تو اصلا به این دقت کن تو اصلا باورت میشد هیچ کس فدایی دعوا کنن رپرای نسل یکی چند تاشون فیت شن هر کی استوری نذاشته الان داره میگه و مثلا من 200 تا ویدیو ساختم هر جا میرم فوشه میدم یکی یه کار دیگه کرده فوشه هر کی استوری گذاشته فوش خورد پشمان آره اینو بگی ولش کن بگی بقیه رو بخواد خیلی قضیه دار که بعدی کیه بعد بیف طولانی بیاد وای اون بیف چند وقت خوشه گیر شو تماشی زیر تخمای گادی چون خدا پایین نمیاد پرچمش اینا هم گادن ولی تو مالیدن ایزیان اونایی که به شما پا میدن درس بگیری چغلا کرونا دکتر هرچی شایه شده گایدن این وسط جفتشو میری تو آلمان زنه کاری نکرمه این مثلا من به دوکی زنگ زدم گفتم پوری هست بعد مثلا به پوری زنگ زدم علی اون موقع دوکی نبود به پوری زنگ زده بودم بسته شده بود همیشه بعد دوباره زنگ زدم من خیلی کارامو زنگ زدم میگم بعد چون بچه ها میدونن من با همه دوستم و فاز بد ندارم احترام هم نیست آخه میدونن قرار نیست در کسی به مالم یعنی اینجوریه دیگه میدونن مطمئن مثلا من اگه با این فید بدم این تو آلبوم باشه امکان نداره من تو ترکم یهو بیام اینو دیس کنم آره ولی مثلا شما که میریزید تو ولی کمتر یه عشق کارو مثلا بگن این دیسه واسه همین من مجبور میشم شب قبل استوری بزنم میگم به والله علی دیس نیست که خودش هایپ بودن آهنگو کم میکنه قبول داری از نوازگی ولی نماز تو کم اوکی انو جواب داره باز نه این میره دوباره بعد یه چیزی هست من نمره جفتشون بالاست و نمیگم کی زد ولی تو ذهنم میدونم این بیفو میدونم کی زد این بیفو بیف اولیه رو من بگم تو بگو نظر خودت میگم پوری زدم ببین ببین دوکی یه بار یه حرف قشنگی یه رپس خود اسمش رو هم نمیاد پوری خیابونی تر میخونه این دوکی شاید عامه پسندتر بخونه و واقعا پانچ های اون خیلی خفنه این لیریکالی خیلی قویه و تکنیکی خیلی قوی اصلا مقایسه اشتباس قبول نداری؟ آخه حاجی نمیم اصلا سر قضیه شاپور پوری هم میتونیم بگیم مثلا همین قضیه بود مثلا همین بیفو جذاب میکنه مثلا خود تو کچی همون زمان کریستی یعنی مثلا کچی یه مدل کامل بود ولی خب بازم باحال آره نه حرف راست می منطقی بود آره. درکو بیف لازمه تو رپ حال میده بعد آجی فرض کن یه روزی هم من حاضرم اسپانسر این دوتاش هم دور برامد میام رقم زیادی هم میام چه فیت چه بطل به قول جفتتون واقعا رقم خوبی اگه یه روزی بخواد ولی دوست ندارم بطل باشه دوست دارم فیت باشه آجی یه فیت دارن سامالیکومو گوش دادی؟ نه من اونو لیکر رو گوش دادم
اونم با داستان فوق العاده جفتشون فوق العاده عربی چیه جونم با توی رقصم تانگو ولی کس ننت نگرم نکشی اوزی کلت میرسه به تخمام برقصیم تانگو بری بالا بیای پایین آجی تو این دیس فوش ناموسه که شروع کرد من با خدا نمیدونم اینو من همه شده بری اصلا یادم میدیم واقعا نمیدونم از علکی فکر کنم هاچی چیز بود پوری تو امالی چیزایی گفت تو علکی فکر نکنم چیزی بود شاید اشتماعی یعنی بعد دوباره چک کنم با فوش ناموس موافقی تو دیس؟ من توی یکی از دیدان گفتم گفتم حس نازم بازیه نیستم یعنی دو نفر واقعا اگه با هم دعوا داشته باشن فوش میدن دیگه به نظر چیز اوکیه فوش بدی ولی اگه بچربه به پانچ هایی که میزنی تعداد فوشا ناموسی بیشتر از اون پانچ تانه باشه تو نه دیگه خراب میشه اون خراب میشه مثلا فقط فوش میشه ولی اگه مثلا داری دیس بک میدی یا دیس میدی مثلا لابلا شنت فوشم بدی مثلا میشه نرمالیه اف کورس مثلا فوش ناموسی من اصلا فنش نیستم ولی خب پیش میاد دیگه تو مثلا وقتی با مثلا تو خیام با یکی دعوت میشه فوش شاید بدی دیگه میدم ولی ناموسی ولی راست بگی راست اوکی قبول دارم تا مولودی میاره شل زرد آقات فرشو کول میکنه تا جمعه بازار فقط تا سه پوک تل بتون قمرو چی داشتی ستون ازش دراری فوش ننرو آقا بندازه تو تونل میکنه عقبو میدونی که تل سفت میکنه کمرو یه چیزی بچه‌ای پشن پرکشن گفتن گفته بود که گادپوری شطرنج باز حرفه‌ایه واسه همین هر مهره‌ای که جابجا میکنه میدونه بعدی چی کار میکنه واسه همین یه چیزی آماده داره آه مثلا شاید یه چیزی بگه که میدونه اون چی میگه بعد بدیم بگه آره باحاله میام بیشتر رپر این مدلیه جنگو خاره خیلی باحال ولی خیلی پانچش خیلی بود جدی میگم خیلی پانچش خیلی دیگه فکرم نمره دیگه ندادیم دیگه فقط داریم تعریف میکنیم نمره بدیم یه جوریه خب من با همه شون دوست دارم من رو میگه بفنا میدیم یه نمیشه باید میدونی که جی جی باید بیاری توی بر همه رو دو 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 انتظارم بیشتر بود شاید اون موقع که زدی دافه دوست صمیمی تو زیدت خوابیده با دوست صمیمی تو رفیقه تنها کسی که نافتو میبینه دافته که اونم کردنش بعد رفتنش بیا کلا اینو نظر ندیم این چون هیچ کوهی نشدن این سه تا داداشا رو هم عکس ما رو دیدیم بریم بگین دامادامونن هنوزم اون رپر قدیمی زنده است تو هم تازه فهمیدی که گوینی بابا پیشو هم بد میزنه و قاطی کنا یه چاقال نامه استاده هده جی وای راست میگی تو به نظر این بین این دوتا کی زد بخت نه قدیم نه اون که دوباره برگشتن قابل حابیل آهنگ پیشرو معروفتر شد درسته قابل معروفتر شد فکر کنم پانچای ام جی بیشتر بود جدی میگی آره اشتباه نمیکنم ولی تو کلیت احساس میکنم پیشرو زده اگه بخوای رپ کلشو تکنیک و فلو بازی و یه ریتم تو دلنشین و با چیزای پانچای باحال ولی فکر کنم کلیت پیشرو پیش من میگم پیشرو زده یه چیزی که هست اینه که توی چیز ام جی ها یه کاری خیلی باحال کردن اومدن بیتای همدیگه رو عوض کردن کورسا رو عوض اون خیلی باحال خیلی باحال بود جی که همین کارو بعد پوری عمل به واسطه ولی فکر کنم همه دیسا رو پیشرو زده فکر کنم کریرش من فکر حاجی پیشرو تو یه بیف با پیشرو نه نمیتونی من پیشرو خیلی داخل دوستم من پیشرو میدونید واقعا اینجوری ها الان فوش هم میده باز میگه پوتی این نشه واقعا یه به مزه میزنه فوش میده همینطوری رندوم رندوم نه فقط بخاطر اینکه مثلا یه کاری باید نمیکرد بعد من دوباره شب زنگ میزنم واشتیم واقعا همون حالتی که میبینی یه او فوشت میده یه او مهربونه نارنجی هم میشه یه او فوشت میده یه او مهربونه اوکی دیس بعد تا بگیرن همه اینا رو وان تو سپوتی با صف و سوراخ کرد بیا تو آلبوم ترکاتون چیری بکشین رو بیتاتون کاندوم سولو آمو زیاد کن تو خیابون آل کن هیچ جوابش ندید بابا سوراخ نکردم به والا یه پیام دادم گفتم میاد یه سوراخ نمیدونم واش شریعت آخه این جواب نداشت میدونی اگه مثلا یه ترک کامل بود جواب میدادی آخه میدونی مثلا یه کیو یه بیت اینو میزد همه رو داشت فکر کنم هیچ کی جواب نداد اینو آره من فکر کنم کسی قرار جواب بده نه هیچ کیار دیست که هیچ کی برای جواب نداد سامان دیست که شاعر دیست که آره آخه میدونی وقتی یه بیت دیست میکنه دیگه جواب نداره بعد من بیفای چیزی دوست دارم یعنی یهو بیاد برینه بهت یکی بعد تو بری بهش برین خشن آره اون فول بهت برینه که تو هم بتونی فول برینی آره مثلا اینجوری بعد زیادم بحثای تلگرامی رو دوست ندارم الان دیگه نه مثلا اون بگه تو کونی اون بگه نه تو ببخشید فوش نباید تو چن نه اوکی اون بگه تو عوضی نه دیگه بیان قشنگ یه دیس بده دیس جواب بگی تموم شد آره تمام اینم از این بچه‌ها میگم گلچینی بود از این بیفای که توی این چند وقت اخیر منتشر شده بود و گفتم با پوری بریم ببینیم که نظرش چطوری دمتون گرم باشه که این ویدیو نگاه کردید من پوتی هم گرم شه منو رو دوت ایده بابا عجب خیلی ایده ولی ایده ویدیو باحال بود اشکرانی لایک و سابسکرایب فراموش نشید چنل پوتی هم که 100% حاجی تو همیشه با این میکروفونا داری دیگه مگه نه بذار من اینو
بگه میخوایی پایه یه جیاری پایه میذاشتم برات الان جدیدی بچه به بیچاره نمیتونی رو تخت بپری گربت کو گربت میگه نشد بیاره ساندیس هم نداریم بچه دیگه تا خونه هر دیگه آن در ردی 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 نمیت گم در کنی بچه لکه سابسکرایب فراموش نشد بعدی زن زندگی آزادی.